نمایشگاهی به نام میان زمین و بهش در لندن میزبان هنر جمهوری‌های آسیای میانه شوروی سابق است. نمایشگاه مکاشفه‌ای در هنر 23 هنرمند معاصر از زندگی شاعرانه و زندگی روزمره در این چند کشور آسیای میانه است. برگزار کننده موزه میگوید هنوز هم در غرب چنین دیدگاهی به وضوح وجود دارد که بقیه دنیا و فرهنگ آنها را نادیده میگیریم. این دیدگاه تأسف‌آور است و این تصور مهمل است. در حقیقت فرهنگ در این کشورها بسیار قدیمی تر از فرهنگ در بریتانیا است. یکی از هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه به خشک شدن دریاچه آرال و مشکلات آن برای مردم آن ناحیه رویکردی اسطوره‌ای دارد. شخصیت اصلی کار من پدر یک دختر جوان است. ماهیگیری است به نام نوح که در بیابان در جستجوی دریا و آب است. همه چیز در جهت معکوس است. این هنرمند برای کامل کردن اثر خود 2 ماه در یکی از روستاهای نزدیکی دریاچه آرال زندگی کرده است. یکی دیگر از هنرمندان قبلا در نمایشگاهی در لندن و ونیز شرکت کرده بود. او میگوید در اثرش تأثیر تغییرات سیاسی را در میراث یک ملت بررسی کرده است. بعد از فروپاشی شوروی آسیای میانه خیلی شبیه افغانستان شد. بر اینکه در رژیم کمونیستی سیستم یکی بود. من این تغییر را بررسی کردم. بسیاری از این آثار و هنرمندان قبلا به بریتانیا نیامدند. این آثار متنوع و رنگارنگ از یک طرف چالشی برای تفکر یک جانبه نگر موجود در غرب و از طرفی عرصه‌ای برای نگاه تیزبین منتقدان هنری خواهد بود.